بله اکثر بله واقعا اصلا میتادون دوای قطره‌ای است که برای معتادین مواد مخدر که هیروین را از طریق زرقی میگیرد این باید چاپوسی میشوند با گرفتن قطرات میتادون مریض اولا سرایت چایویت سنتش خاجل قطع میشه دوم از نظر فیزیکی فعال میشه که میتونه و کانون گرم خانوادگی خود برنگرده میزان سرقت بشد به صورت اوتومات و صفر تقرب میکنه که از طریق معتادین صورت میگرفت و اینا آدم های نرمالی که در کنار ما شما فعالیت فعال فیزیکی داشته باشند هیچ و با مرور زمان تا یک سال اینا میتونن قطرات میتادون را کم کرده برن بالاخره و ترک اعتیاد به انجامن که با معزل بسیار شرماور اجتماعی صحی که فعلا موجود است تحت گلها و کلچک ها مهر اختتام زده شود ما من حیث ریاست کنترل امراضی‌سازی این طرح را با وجود آوردیم برش فند هم داریم تعهد دونر را هم داریم که این پروسه میتادون را توسعه بدیم و همگیر بسازیم تا دیگه معتاد تحت پلها به اون حالت فلاکتبار وجود نداشته باشد اما این پروسه کم کم داره حالت سیاسی را به خود میگیرد و ما مشکل با وزارت مواد مخدر داریم که چرا اجازه نمیده و این جواز را برای ما نمیده با دلایل و توجیهات جهانی تحقیقاتی که موجود است و ما داریم با مسئولیت پذیری کامل ما زدوبنهای نامرئی را در تصور هستیم به خاطر که عمدترین ضربه را در اینجا مافیای مواد مخدر آنانی که فروشندگان مواد مخدر هستند میبینند دیگه کسی به خاطر خریدن هیروئین در این مارکت سیاه مراجعه نخواهد کرد و همگی یک قطره میتادون به صورت رایگان از طریق وزارت صحت عامه تحت نظارت طبی و کنترل طبی وزارت صحت عامه دریافت خواهد کرد بنابراین چه دلایل موجود است که هیچگاه برای ما اجازه توسعه میتادون از طریق وزارت مبارزه با مواد مخدر داده نمیشه چه دستای نامرئی است که در اینجا کار میکنه فعالیت میکنه بگذارن که افغانستان را از این فلاکت اجتماعی که امروز دامنگیر ما شده ما نجات بدیم واقعیت ها امی است که باید گفته شود احتمالا شاید اگر ما به این صراحت صحبت میکنم با پالیسی بیرونی وزارت ما هم مناسب نباشه شاید مورد انتقاد مقامات وزارت خود هم قرار بگیرم اما این یک واقعیت است این یک صدای است که باید بلند شود و بالاخره جهان بفهمد تمام سیاست گذارا و پالیسی میکرای افغانستان بفهمد که ما پول داریم فند داریم و تحقیقات جهانی هم حمایت میکنه ملل متحد هم حمایت میکنه این پروسه را و این بهترین آپشن به خاطر نجات معتادین از این فلاکت است هیچ آی وی ایدز انقریب به نفوس عمومی در حال انتشار است و ما اگر امی حالت انتظار بکشیم پشت دروازه هر کس هیچ آی وی خواهد رسید این یک وحشت است که دنیا باید متوجهش باشه تا یک سال ارقام ایچایوی دو برابر در افغانستان افزایش پیدا کرده و دلیلش ارمین مواد مخدر و زرق مواد مخدر است که چه دستای در کار است که پروسه هنوز در حال پیشرفت است بالاخره جامعه افغانستان با یک ناتوانی عمومی جهانی مواجه خواهد شد که دیگه جهان اصلا من حیث آر و ننگ به خاطر ترس از ایچایوی وارد افغانستان نخواهد شد و این معزل زمان پایان داده میشه که صدای ما شنیده شود و این پروسه تعویض هیروئین با میتادون تایید شود و ما را سیاست گذارای کشور حمایت بکنند این از صدای ریاست کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه تحت رهبری وزارت صحت عامه به نظر شما کیها با وجود دست دارن به پشت این قضیه شما از موقع مواد مخدر بودید کدام ارگانهای دولتی هستند مشخصا ما تعامل ما با وزارت مبارزه با مواد مخدر است وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی با ما با توجیهات و با پالیسی که ما برای میتادون داریم اینا باید برای ما جواز صادر بکنن اجازه بدن رسما که ما میتادون رو تورید و تحت نظارت وزارت صحت عامه توزیع و همچنان تمام معتادین رو زیر کوشش بیاریم زیر چتر بیاریم اما اونا نمیگذارن دلایل توجیه کننده هم ندارن و این قضیه را ما در کمیسیون صحی پارلمان هم کشاندیم شما شاهد بودین که دکتر نقیب الله قایق رئیس کمیسیون صحی پارلمان شدید حمایت خود را از برنامه اعلان کردن و یک چیزی که ما با یک جستیفیکیشن قوی در صحنه آمدیم هیچ دلایل موجود نیست فعلا کار ما چلنجایی که ما مواجه هستیم در وزارت مواد مخدر است اما اینکه چرا دستای نامرئی را شما بهتر میتونید حدس بزنید شما این وارد میکنیم که داخل تولید میشه ما فعلا یک پروژه امتحانی میتادون را داریم که 250 نفر باید زیر پوشش میتادون بیاید
از این جمله 70 نفر اجازه دادن که میتادون بگیرن متواقره وزارت مواد مخدر اجازه نمیتن. اولا میگفتن که باید اگر ارزیابی شد چون پروژه پایلوت بود، ما ارزیابی از طرف معتبرترین نهاد جهانی یعنی سازمان سی جهان صورت گرفت و اونا کاملا واضح نوشته کردن که بهترین آپشن برای رهایی از این معضل توسعه میتادون است. ویر اونا هم دارن، امروز باز هم به توجه صورت نمیگیرن. میتادون از بیرون وارد میشه، دوای کاملا ارزان و 31 دلار قیمت میبره در یک سال برای یک معتاد که هیچ رقمی نیست، هیچ چیزی نیست از نظر مادی. اما باستوانی اجتماعی از نظر روانی یک سرپرست نوناور یک خانواده که به احتیاط رو میره و او از بند شیرازی خانواده از هم میپوشه، بالاخره بخش از اجتماع افغانستان در حال فلج شدن است. این بزرگتر از حادثه تروریسم در افغانستان است. اگر واقعا توجه صورت بگیرد، HIV در یک سال که دو برابر افزایش پیدا کنه اصلا وحشت است. من میترسم که در هر جایی که ما هستیم واقعا با ماست، ما مخفی است، ما نمیفهمیم. صرف یک تعداد خود راجستر کردن که 2050 واقع است. سال 2036 واقع بود، اما در بین نفوس عام بیشتر از 4000 بیشتر از 3500 واقع است موجود است که اونا مخفی است. او در سال گذشته بود، او هم باید به دو برابر افزایش پیدا کنه. اصلا یک وحشت است اگر کسی متوجه شد. Because my